اکنون اگر با قلب صاف و پاک دست دعا به سوی خدا بلند کنی، از بدی و گناه به پرهیزی و شرارت را به خانه‌ات راه ندهی. بله، پس کلام خداوند داره واضح با ما صحبت میکنه، هرگز قصد اهانت نداره، واضح داره صحبت میکنه. برای تبدیلت، وقتی ما به خدا ایمان داریم، بهترین راه و بهترین قدم این هستش که با دعا، با کلام خدا، در حضور خداوند بتونیم اون جایگاه درست رو پیدا کنیم، چرا که به ما امید میده، ما رو تشویق میکنه. کلام خدا پر از وعده هاست، ما تشویق میشیم و نیز ما رو تقویت خواهد کرد توسط روح القدس برای تبدیل شدن. پس نکته سوم، اعتماد به خدا هستش که ما کاملا به او اعتماد کنیم. در دوم تسالونیکیان 3:3 میگه اما خداوند قابل اعتماد هست. آمین، ایمان داریم. او شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد نمود. همون گونه که سعدی اعلام میکنه، مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، هر کجا که میرود همه ملک خدای اوست. فرقی نمیکنه، چون خدا رو میشناسه، با خدا همراه هست، با خدا هم فکر هستش و کاملا درک درستی خواهد داشت. هرگز هدف کتاب مقدس نسبت به توکل خدا به این مسئولیتی نیستش، یعنی رها کنیم. خیر، اتفاقا مسئولیت پذیری هست. ما مسئولیت رو میپذیریم نسبت به این که خداوند میگه، ولی ما سکان زندگیمون رو تو دستامون میگیریم با هدایت و حمایت خدا. ما سکان زندگیمون رو رها نخواهیم کرد. در مذهب توکل به خدا یعنی رها کن، حالا برو دنبال کارت، بعد میبینی کارا خرابتر شد. تو، ما همکاران خدا هستیم، ما سهمی داریم. سکان زندگی تو دست منه، هدایت و حمایتش از خداست که در اون زمان سختی، در اون زمان مشکلات تو یک جایگاه درستی قرار بگیرم. ویکتور هوگو نویسنده بینوایان میگه زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خیش را در دست خود گیرید. رهاش نکنید. کدام چنین انتظاری از ما نداره. پس اگر ما توکلمون به خدا هست، بهش اعتماد کنیم. فقط زبانی نباشه من توکل میکنم به خدا. و اگر توکل ما به خدا یعنی اینکه فقط یک واژه است، لطفاً این خدا را رها کنید، خودتون زندگیتون رو بسازید. خیلی اصلا روی کره زمین خودشون تصمیم گرفتن زندگیشون رو دارن میسازن، پس دیگه میگن ما تکیگاهی نداریم، من هستم که میسازم. خب میرن جلو. اما امروز من و شما که ایمان داریم به خدای حقیقی، چرا در زمانی که توکل به خدا میکنیم باز دست به اعمال و رفتاری میزنیم که خدا دوستانه نیست و باز میترسیم و باز نگران هستیم؟ و این نشان دهنده این هستش که گویا توکل به خدای ما حقیقی نیست. ناپلئون بناپارت میگه اگر به کسی اعتماد نداری از او دوری کن.